نام علی دایی هم در ورزشگاه شنیده میشه. یه فرصت برای بنگر در مقابل دروازه و ببینیم که داور چه نظری داره. کارت قرمز و پنالتی. بنگر کار خودشو کرد و پرسپولیس رو داره نجات میده از این وضعیت. شرایط تیم ملوان در این دقایق باقی مانده چقدر شد؟ توپ داشت گل میشد اگر ایمان صادقی این خطا رو نمی کرد. میره به سراغ مازیار زاره. ظاهرن فرشاد فلاحت‌زاده بود که نکاتی رو بهش گفت. حالا اینکه پنالتی گابریل رونا کجا دیدن که چگونه میخواد بزنه در نوع خودش جالبه، چون این بازیکن اولین بازی داره برای پرسپولیس انجام میده. مازیار زاره روی خط. ببینیم پنالتی به کجا خواهد رسید. گابریل دورخیز کرده. داور آقای ترکی میره اونجا صحبت میکنه با مازیار زاره. حرکت گابریل. حالا میذاره میگیره توپ رو. عالی میگیره مازیار زاره. یه فوق واکنش از مازیار زاره دروازه‌بان این لحظات تیم ملوان. دقیقه 89 پنالتی رو گرفت. حالا موقعیت برای بازیکنان پرسپولیس. ببینیم چگونه استفاده میکنه از این موقعیت. ملوان یه بازیکنم کمتر داره. یکی از بازی‌های بیادموندنیه فوتبال کشورمون خواهد شد این مسابقه، گرفتن پنالتی وسیله یک بازیکن که تخصصی هم در دروازه‌بانی ظاهرا نداره، اما شیرجاش مثل یک دروازه‌بان بود. اندوخته خودشون که میتونه سه امتیاز حساس براشون به دنبال داشته باشه محافظت میکنن. یه ضربه دیگه باز هم مازیار زاره. ضربه گابریل از اون فاصله رو رد میکنه. گابریل دوباره علی عسکری از همونجا میفرسته برای دروازه. خروج مازیار زاره روی تو بستر میزنه، دروازه خالیه. موقعیت برای یاران پرسپولیس.